تنها یک زمین شعار روز جهانی محیط زیست امسال 2022 میلادی 1401 خورشیدی است. زمین برای بقای خود به دستها، اندیشه ها و اراده های راسخ انسان نیاز دارد. زمین زیستگاه و آینده ماست. حمایت از محیط زیست، درختان و طبیعت علاوه بر وظیفه انسانی بودن، مسئولیت شرعی نیز هست. از آنجا که اسلام علوی پکیج کامل و جامعی برای بهترین زندگی است، مسئله حفظ و احترام به محیط زیست نیز در منابع قرآنی و روایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند از زمین محافظت کنید، به درستی که آن مادر شماست. امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام در نامه 53 نهج البلاغه که از آن به کاملترین منشور حکومت داری در تاریخ بشریت یاد می شود، می فرمایند حاکمان پیش از آن که در پی گرفتن مالیات از مردم باشند، باید برای آباد کردن زمین تلاش کنند. ولی یکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. بایدها و نبایدهای بهره برداری از طبیعت وظیفه انسانی و اسلامی ما در قبال محیط زیست و ده ها موضوع دیگر 14 قرن قبل در توصیه های قرآن و روایات درباره محیط زیست بیان شده که سزاوار است مورد تأمل بیشتری قرار بگیرد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.